بحث افزایش قیمت نان چند ماهی است بر سر زبان هاست. در دو سال گذشته هرچند به صورت رسمی افزایش قیمتی از سوی دولت اعلام نشد، اما شهروندان نان را همواره با قیمتی بیش از نرخ مصوب خریداری می کنند. سه‌شنبه دهم مرداد ماه صدا و سیمای جمهوری اسلامی در برنامه‌ای به حاشیه‌های افزایش قیمت نان پرداخت و مجری برنامه از افزایش قیمت نان در 13 استان ایران خبر داد. لطف‌الله شیبانی فرماندار شیراز نیز با حضور در این برنامه این افزایش قیمت‌ها را تایید کرد و علت این تصمیم را ترمیم وضعیت افزایش هزینه‌های نانوایان عنوان کرد. ببینید بعضی از به اصطلاح نان‌های انواع نان، فرض کنید مثلا ما نان لواش هر دانه هر یک دانه 450 تومان بوده که افزایش پیدا کرده به مثلا 600 تومان و به همین ترتیب نان سنگک، نان تافتون و نان بربری توی همین رنج افزایش قیمت داشت. از 1400 به بعد افزایش قیمتی راجع به نرخ نان هیچ کدوم که از انواع نان نداشتیم تا اینکه چند روز گذشته یه مقدار افزایش قیمت برای ترمیم وضعیت هزینه هایی که بر نانوایی ها تحمیل میشه عملا در دو سال گذشته مواجه بودن با افزایش هزینه ها انجام شده. فرماندار شیراز میگوید افزایش هزینه نانوایی ها شامل حقوق کارگران، برق و انرژی هم بوده که باید جبران میشد. هفته پیش خراسان یکی از نخستین استان هایی بود که افزایش 40% قیمت نان را شاهد بود و البته رئیس اتحادیه مشهد از پیش خبر داده بود که برنامه افزایش قیمت نان به زودی در تمام کشور اجرا خواهد شد. یه نخ و یه دونه وزنه دیگه که مشاهده میکنید اینجا چسبونده به خاطر اینکه وزن چونش رو سنگین‌تر نشون بده. 85 گرم تو هر چونه کم داره، یعنی هر 6 تا نون یه دونه دیگه داره کم میزنه. قیمت ساده رو به من به مبلغ 2800 حساب کرد در صورتی که باید 1800 باشه. چقدر وزن؟ وزنش 390 تا در صورتی که با 440 گرم باشه 50 گرم کم فروشی داره. جدا از افزایش قیمت نان، بحث کم فروشی هم از دیگر چالش این کالای اساسی سفره ایرانیان است. به گفته نانوایان که عدم همخوانی و دخل خرج را علت می‌خوانند، همه کالاها روز به روز گرانتر شدند اما نرخ نان دو سال از تکان نخورده. نمک گرون شد و سبوس گرون شد، مایه گرون شده، کنجد گرون شده، کارگر نرخش رفته بالا، ولی دو ساله که قیمت نون تکون نخورده. محمد سلیمانی رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی در بحث پایان دادن به کم فروشی و گران فروشی نان میگوید با توجه به تورم و افزایش شدید قیمت در دو سال گذشته تا زمانی که نرخ جدیدی تعیین نشود مشکل پا بر جا خواهد ماند. شهر کرج فاز 4 دو تا دونه نون سنگک خریدم 20000 تومان. بدون مشما و هیچ نون دونه 10000. آشفتگی وضعیت کالایی که نه خریدارش راضی است نه فروشنده. به رغم تایید چند مقام استانی در مورد افزایش قیمت نان، وزیر کشور جمهوری اسلامی میگوید افزایش قیمت نان صحت ندارد و در دولت موضوعی با این عنوان نداشتیم. البته بیراه نمیگوید عنوان افزایش قیمت را به ترمیم قیمت نان تغییر دادند. اما در بطنش آنچه ماهیتش تفاوتی نکرد فشار اقتصادی حد اکثری و سفره هایی است که روز به روز کوچکتر و خالی تر می شوند. افشار سیگارچی، صدای آمریکا.